بسم الله الرحمن الرحیم و بدیهایی آنچه کرده اند برای آنان آشکار شد و آنچه که مسخره اش می کردند آنها را فرو گرفت و به آنها گفته می شود امروز شما را فراموش می کنیم همان گونه که شما دیدار امروزتان را فراموش کردید. و جایگاه شما آتش دوزخ است و شما هیچ یاوری ندارید این بدان سبب است که شما آیات خدا را به مسخره گرفتید و زندگی دنیا شما را فریفت پس امروز نه آنها از آن دوزخ بیرون آورده می شوند و نه هیچ عذری از آنها پذیرفته می شود پس ستایش مخصوص خداست پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین هر وردگار جهانیان و کبریا و بزرگی در آسمان ها و زمین از آن اوست و او پیروزمند حکیم است سوره احقاف جزء 26 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ها میم نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند حکیم است ما آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است جز به حق و برای مدتی معین نیافرید این و کسانی که کافر شدند از آنچه بیمشان میدهند روی گردانند ای پیامبر به آنها بگو آیا دیده اید آنچه را که جز خدا میخوانید به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریدند یا اینکه آنها در آفرینش آسمان ها شرکت داشتهاند اگر راست میگویید کتابی آسمانی پیش از این قرآن یا اثری از علم گذشتگان بر صدق ادعای خود برای من بیاورید و چه کسی گمراه تر است از آنکه معبودی غیر از الله را میخواند؟ که تا روز قیامت هم دعای او را اجابت نکند و آنها از خواندن و دعای ایشان کاملا بیخبرند و هنگامی که مردم در قیامت گرد آورده شوند آنها دشمنانشان خواهند بود و عبادتشان را انکار می کنند و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده شود کسانی که کافر شدند در برابر حقی که برای آنها آمده است گویند این جادوی آشکار است یا میگویند پیامبر خود آن را بافته و به خدا نسبت داده است ای پیامبر بگو اگر من آن را بافته و به خدا نسبت داده باشم پس شما نمی توانید در برابر عذاب و خشم خداوند از من دفاع کنید تنها او به آنچه شما درباره آن قرآن میگویید و گفتگو میکنید آگاه تر است و گواهی او میان من و شما کافی است و او آموزنده مهربان است ای پیامبر بگو من از میان پیام بران وجودی نوظهور نیستم و نمیدانم که با من و شما چگونه رفتار خواهد شد من تنها از چیزی پیروی می کنم که به من وحی می شود و جز بیم دهنده آشکاری نیستم ای پیامبر بگو به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما به آن کافر شوید و شاهدی از بنی اسرائیل بر نشانه های آن در تورات شهادت داد پس او ایمان آورد و شما سرکشی و تکبر میورزید چه بر سر شما خواهد آمد مسلما خداوند گروه ستمگر را هدایت نمی کند. و کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند گفتند اگر این دین بهتر بود هرگز آنها در پذیرش آن بر ما پیشی نمی گرفتند. و چون بدان هدایت نشدند خواهند گفت این یک دروغ قدیم است و پیش از آن کتاب موسی پیشوا و رحمت بود و این قرآن کتابی است تصدیق کننده آن که به زبان عربی است تا کسانی که ستم کردند بین دهد و برای نیکوکاران بشارتی باشد بیگمان کسانی که گفتند پروردگار ما الله است سپس استقامت کردند پس بر آنها ترسی نیست و نه آنها اندوهگین شوند آنها اهل بهشتند جاودانه در آن باشند این پاداش اعمالی است که انجام میدادند ما به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند مادرش او را به دشواری حمل می کند و به دشواری بر زمین گذارد و دوران حمل او و از شیر باز گرفتن او سی ماه است تا هنگامی که به کمال توانمندی و رشدش برسد و به سن چهل سالگی برسد گوید پروردگارا مرا توفیق ده تا شکر نعمتت را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشتی، به جای آورم و کار شایسته ای انجام دهم که تو از آن خشنود شوی و فرزندانم را صالح گردان بیگمان من به سوی تو بازگشتم و توبه نمودم و بیشک من از مسلمانانم آنها کسانی هستند که ما نیکوترین کارشان را میپذیریم و از گناهانشان میگذریم و در زمره اهل بهشت هستند این وعده راستی است که وعده داده میشدند و کسی که به پدر و مادرش گفت اف بر شما آیا شما به من وعده میدهید که از گورم بیرون آورده میشوم در حالی که نسل پیش از من گذشته اند و هرگز برانگیخته نشدند و آن دو خدا را به یاری می که وای بر تو ایمان بیاور یقینا بعدی خدا حق است پس او می گوید اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست آنها کسانی هستند که همان سخن در زمری امت هایی که پیش از آنها از جن و انس گذشته اند بر آنها محقق شده است بیگمان آنها زیانکار بودند و برای هر یک از آنها درجاتی است به حسب آنچه انجام داده اند و تا خداوند پاداش کارهایشان را به تمامی به آنها بدهد و به آنها هیچ ستمی نخواهد شد و روزی که کسانی که کافر شدند براتش ارزه کنند و به آنها گفته شود در زندگی دنیا نعمتهای پاکیزه و لذتهای خود را از بین بردید و از آنها بهرمند شدید پس ای کافران امروز به عذاب خار کننده پاداشتان می دهند و این به خاطر گردنکشی و استکباری که به ناحق در زمین می کردید و به خاطر نافرمانی و گناهانی که انجام می دادید. ای پیامبر داستان هود برادر قوم عاد را به یاد آور. که چون قومش را در سرزمین احقاف هشدار داد و به راستی هشدار دهندگانی پیش از او و بعد از او گذشته بودند که جز الله را نپرستید بیگمان من از عذاب روزی بزرگ بر شما میترسم آنها گفتند آیا آمده ای تا ما را از پرستش معبودهای من برگردانی؟ پس اگر از راست گویانی آنچه به ما وعده داده ای برای من بیاور؟ حود گفت علم تحقق آن وعده ها تنها نزد خداست و من آنچه را که به آن فرستاده شده هم به شما میرسانم ولی کن من شما را قومی میبینم که پیوسته نادانی میکنید پس هنگامی که آن عذاب را به صورت ابری که رو به راه وادی است دیدند خوشحال شدند گفتند این ابری است که بر ما باران میبارد هود گفت نه بلکه این همان عذابی است که در آمدنش شتاب می کردید بادی است که عذاب دردناکی در آن است همه چیز را به فرمان پروردگارش ویران و نابود می کند. پس چنان شدند که جز خانه هایشان دیده نمیشد. ما این گونه گروه مجرمان را کیفر می دهیم به راستی ما به آنها چنان تمکن و قدرتی دادیم که به شما آن قدرت و تماکن ندادیم و برای آنها گوش و چشمها و دلها قرار دادیم پس گوشهایشان و نه چشمهایشان و نه دلهایشان چیزی از عذاب الهی را از آنها دفع نکرد و به حالشان سودی نبخشید چون آیات خدا را انکار می کردند و سرانجام آنچه را که به مسخره و ریشخند می گرفتند آنها را فرو گرفت و به راستی ما ها و آبادی هایی را که اطراف شما بوده اند حلاک کردیم و آیات خود را به صورت های گوناگون برای آنها بیان کردیم تا شاید باز گردند. پس چرا کسانی را که آنها به جای خداوند برای قصد تقرب به خدا معبود خود گرفتند یاریشان نکردند بلکه از نظرشان گم شدند و این بود نتیجه دروغشان و آنچه را افترا می بستند و به یاد آور ای پیامبر هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم که قرآن را بشنوند پس چون نزد او حضور یافتند به یک دیگر گفتند خاموش باشید آنگاه چون تلاوت قرآن به پایان رسید همچون بیم دهندگانی به سوی قوم خود بازگشتند گفتند ای قوم ما یقینا ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسا نازل شده است که تصدیق کنندی کتاب های پیش از خود است به سوی حق و به سوی راه راست هدایت می کند ای قوم ما دعوت این دعوت کننده خدا را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا خداوند برخی از گناهانتان را برای شما بیامرزد و شما را از عذابی دردناک پناه دهد و هر کس دعوت دعوت کننده خدا را پاسخ نگوید پس هرگز نمیتواند در زمین از عذاب خدا بگریزد و او را غیر از خدا هیچ یاوری نیست آنان در گمراهی آشکاری هستند آیا ندیدند خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده است و در آفرینش آنها ناتوان و درمانده نشده قادر است بر آنکه مردگان را زنده کند آری او بر هر چیزی تواناست و روز قیامت روزی است که کسانی که کافر شدند برای عذاب بر آتش عرضه می شوند و به آنها گفته می شود آیا این عذاب حق نیست گویند چرا سوگند به پروردگارمان که حق است گوید پس به خاطر کفری که می ورزیدید عذاب را بچشید پس ای پیامبر صبر کن همچنان که پیامبران اولو العزم صبر کردند و برای عذاب آنها شتاب نکن روزی که آنچرا که وعده داده میشوند ببینند گویی جو ساعتی از روز در دنیا درنگ نکرده اند. این قرآن ابلاغی است پس آیا قومی جز قوم فاسق و نافرمان حلاک می شوند؟ سوره محمد جزء 26 بسم الله الرحمن الرحیم کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند خداوند اعمال آنان را نابود کرد و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمد نازل شده و همه از سوی پروردگارشان حق است نیز ایمان آوردند خداوند گناهانشان را از آنها دور ساخت و بخشید و کارشان را اصلاح نمود این بدان سبب است که کسانی که کافر شدند از باطل پیروی کردند و همانا کسانی که ایمان آوردند از حقی که از سوی پروردگارشان نازل شده است پیروی کردند اینگونه خداوند برای مردم مسلحایشان را بیان می کند پس هنگامی که در میدان نبرد روبرو شدید با کسانی که کفر ورزیدند گردنهایشان را بزنید و نبرد را ادامه دهید تا هنگامی که بسیاری از آنها را از پای درآوردید و کشتید پس بند اسیران را محکم ببندید آنگاه پس از آن یا بر آنان منت گذارید و آزادشان کنید یا از آنان فدیه بگیرید و رهایشان کنید تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد حکم این است و اگر خدا میخواست از آنها انتقام میگرفت ولی کن میخواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته شدند پس خداوند هرگز اعمال آنها را نابود نمی کند. به زودی آنها را هدایت می نماید و حال و کارشان را اصلاح می کند. و آنها را به بهشتی که اوصافش برای آنها بیان داشته است وارد می کند ای کسانی که ایمان آورده اید اگر دین خدا را یاری کنید خداوند شما را یاری می کند و گام را ثابت و استوار می دارد و کسانی که کافر شدند مرگ بر آنان باد و خداوند اعمالشان را نابود کرد این بدان سبب است که آنان آنچه را که خداوند نازل کرده است ناپسند داشتند پس خداوند اعمالشان را تباه و نابود کرد آیا در زمین سیر نکردند تا بنگرند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود خداوند اموال و دیارشان را بر سرشان بیران کرد و آنها را نابود ساخت و برای کافران کیفری مانند آن خواهد بود این بدان سبب است که خداوند یاور و مولای کسانی است که ایمان آوردند و آنکه کافران مولا و یاوری ندارند بیگمان خداوند کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختان آنجاری است و کسانی که کافر شدند از متاع دنیوی بهره میگیرند و میخورند همچنان که چهار پایان می خورند و آتش جهنم جایگاه آنان است و چه بسیار شهرهایی که مردم آنها از مردم شهر تو که بیرونت کرده اند توانمند بودند ما هلاکشان کردیم پس هیچ یاوری نداشتند آیا کسی که از سوی پروردگارش بر شیوه روشنی باشد همانند کسی است که کردار بد او در نظرش آراسته شده و از هواهای نفسانی خود پیروی می کنند. وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده چون این است که در آن نهرهایی از آب زلال بدبو نشده و نرهایی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته و نهرهایی از شراب ناب که مایه لذت نوشندگان است و نهرهایی از اصل مصفا وجود دارد و نیز در آن برای آنها از هر گونه میوه ها مهیاست و از همه برتر آمرزشی از سوی پروردگارشان است آیا اینها همانند کسانی هستند که همیشه در آتش جهنمند و از آب جوشان نوشانده شوند که روده را پاره پاره کند ای پیامبر گروهی از آنها به تو گوش فرا می دهند تا وقتی که از نزدت بیرون رفتند به کسانی که به آنان علم عطا کرده شده از روی استهزا می گویند الان محمد چه گفت؟ آنها کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده و از هواهای نفسانی خود پیروی کرده اند و کسانی که هدایت یافته اند خداوند بر هدایتشان افزود و به آنان پرخیزگاری عطا فرمود پس آیا آنها جز این انتظار دارند که قیامت ناگهان فرا رسد به راستی هایش آمده است پس چون فرا رسد پند گرفتن و ایمانشان چه سودی خواهد داشت پس ای پیامبر بدان که معبودی به حق جز الله نیست و برای گناه خود و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش طلب کن و خداوند محل حرکت شما و قرارگاه شما را میداند و کسانی که ایمان آورده اند میگویند چرا سوره ای نازل نشده که فرمان جهاد را بدهد پس چون سوره ای محکم و روشن نازل شود و در آن سخن از جنگ ذکر شده باشد کسانی که در دلهایشان بیماری است می بینی که همچون کسی که در سکرات مرگ قرار گرفته و بیهوش شده باشد به تو نگاه می کنند پس برای آنان شایسته تر است فرمان برداری نمودن و سخن نیکو گفتن پس چون تصمیم قطعی جهاد گرفته شد اگر با خدا صادق باشند برای آنها بهتر است پس آیا اگر به حکومت رسیدید جز این امید است که در زمین فساد کنید و پیوند خیشاوندانتان را ببرید اینان کسانی هستند که خداوند لعنتشان کرده است پس گوشهای آنان را کر نموده و چشمهایشان را نابینا کرده است آیا در قرآن تدبر نمی کنند یا بر دلهایشان قفل هاست؟ بیگمان کسانی که بعد از روشن شدن راه هدایت برای آنها به پشت سر خود بازگشتند و مرتد شدند شیطان اعمال زشتشان را برای آنها بیاراست و با آرزوهای دراز فریبشان داد این بدان سبب است که آنها به کسانی که نسبت به آنچه خدا نازل کرده از وحی کراحت داشتند گفتند ما در پاری از امور از شما پیروی می کنیم و خداوند پنهان کاری آنها را می داند. پس حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان مرگ جانهایشان را میگیرند بر چهره‌ها و پشتهایشان میزنند این کیفر بدان سبب است که آنها از آنچه خدا را به خشم میآورد پیروی کردند و خوشنودیش را کراهت داشتند پس خداوند اعمالشان را نابود کرد آیا کسانی که در دلهایشان بیماری نفاق است گمان کردند که خداوند کینهایشان را آشکار نخواهد کرد و اگر ما بخواهیم آنها را به تو ای پیام بر نشان می دهیم آنگاه آنان را با سیما و قیافه هایشان بشناسی و مسلما تو آنان را در طرز سخن گفتنشان می شناسی و خداوند اعمال شما را می داند و همه شما را قطعا آزمایش می کنیم تا مجاهدان از شما و صابران را معلوم کنیم و اخبار به احوال شما را بیازماییم بیگمان کسانی که کافر شدند و دیگران را از راه خدا باز داشتند و بعد از آشکار شدن راه هدایت برای آنها با پیام بر مخالفت ورزیدند هرگز زیانی به خداوند نمیرسانند و خداوند به زودی اعمالشان را تباه خواهد کرد ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و رسول خدا را اطاعت کنید و اعمالتان را باطل نکنید بیگمان کسانی که کافر شدند و دیگران را از راه خدا باز داشتند سپس در حال کفر مردند پس خداوند هرگز آنها را نخواهد آمرزید پس ای مؤمنان هرگز هنگام جهاد سوس نشوید و دشمنان را به صلح و آشتی دعوت نکنید در حالی که شما برتر هستید و خدا با شماست و چیزی از پاداش اعمالتان را نخواهد کاست جز این نیست که زندگی دنیا بازی و سرگرمی است و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید خداوند پاداش هایتان را به شما خواهد داد و تمام اموالتان را از شما نمی طلبد. اگر تمام آن را از شما مطالبه کند آنگاه اصرار نماید بخل می ورزید و کینه های شما را آشکار می سازد. آگاه باشید شما همان کسانی هستید که برای انفاق در راه خدا فراخوانده می شوید. پس بعضی از شما بخل می ورزند. و هر کس باخل ورزد جز این نیست که برخیشتن باخل ورزیده است و خداوند بی نیاز است و شما همه فقیر و نیازمندید. و اگر روی بگردانید خداوند گروهی دیگر را به جای شما می آورد آنگاه آنها مانند شما نخواهند بود سوره فتح جزء 26 بسم الله الرحمن الرحیم به راستی ما برای تو فتح و پیروزی آشکاری مقرر کردی این تا خداوند گناه گذشته و آینده تو را بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست هدایتت نماید و خداوند به پیروزی شکست ناپذیری تو را یاری کند او کسی است که در دلهای مؤمنان آرامش نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند دانای حکیم است تا سرانجام مردان و زنان مؤمن را به باغهایی از بهشت وارد کند که نهرها از زیر درختان آنجاری است جاودان در آنجا خواهند بود و گناهانشان را از آنها میزداید و میبخشد و این نزد خدا کامیابی بزرگی است و نیز مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد میبرند عذاب کند حوادث ناگوار و بد بر آنان باد و خداوند بر آنها خشم گرفته و آنها را لعنت کرده و جهنم را برای آنها آماده ساخته است و چه بد جایگاهی است و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند پیروزمند حکیم است ای پیامبر به راستی ما تو را گواه و مجد دهنده و بیم دهنده فرستادیم تا شما ای مردم به خدا و پیام برش ایمان بیاورید و دین او را یاری کنید و او را بزرگ دارید و بامداد و شامگاه او را تسبیح گویید بیگمان کسانی که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کنند دست خدا بالای دست آنهاست پس هر کس که پیمان شکنی کند تنها به زیان خودش پیمان شکسته است و هر کس به آنچه که بر آن با خدا عهد بسته وفا کند به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد به زودی بازماندگان از عراب بادی نشین عذر آورده و به تو ای پیام بر میگویند نگهداری اموال و زن و فرزندانمان ما را به خود مشغول داشت و نتوانستیم در سفر هدیبی همراه شما باشیم پس برای ما طلب آمرزش کن آنها با زبانهای خود چیزی میگویند که در دلهای آنها نیست بگو چه کسی میتواند در برابر خدا از شما دفاع کند اگر در حق شما زیانی بخواهد و یا در حق شما نفعی بخواهد بلکه خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است بلکه شما گمان بردید که پیام بر خدا و مؤمنان هرگز به سوی خانواده خیش باز نخواهند گشت و این گمان در دلهای شما زینت یافته بود و گمان بد بردید و قومی هلاک شده و نابود گشتید و هر کس که به خدا و پیام برش ایمان نیاورد پس بداند که ما برای کافران آتش سوزان جهنم آماده کرده ایم فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست هر که را بخواهد می آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند و خداوند آمرزنده مهربان است هنگامی که به سوی غنایم خیبر حرکت نمودید تا آنها را برگیرید بازماندگان هدیبی خواهند گفت بگذارید ما نیز در پی شما بیاییم آنها میخواهند کلام خدا را تغییر دهند ای پیامبر بگو هرگز از پی ما نیایید این چونین خداوند از پیش فرموده است پس آنها خواهند گفت نه بلکه شما به ما حسادت میورزید بلکه حقیقت این است که جز اندکی در یابند ای پیامبر به بازماندگان از عراب بادی نشین بگو به زودی فراخانده می شوید به سوی قومی سخت جنگجو و نیرومند که با آنها نبرد کنید یا اسلام بیاورند پس اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما می دهد و اگر سرپیچی کنید همان گونه که پیش از این سرپیچی کردید شما را به عذابی دردناک عذاب می دهد بر نابینا گناهی نیست و بر لنگ نیز گناهی نیست و بر بیمار هم گناهی نیست اگر اینها در جهاد شرکت نکنند و هر کس از خدا و رسولش اطاعت نماید او را در باغهایی از بهشت وارد می سازد که نهرها از زیر درختان آنجاری است. و هر کس که سرپیچی کند به عذابی دردناک او را عذاب می کند به راستی خداوند از مؤمنان هنگامی که زیر درخت با تو بیعت کردند خوشنود شد پس آنچه که در درون دلهایشان بود دانست لذا آرامش را بر آنها نازل کرد و پیروزی و فتحی نزدیک را به آنها پاداش داد و همچنین غنیمت های فراوانی که آن را به دست می و خداوند پیروزمند حکیم است خداوند غنیمت های فراوانی به شما وعده داده است که آنها را به دست می آورید. پس این غنیمت خیبر را برای شما زود تر فراهم ساخت و دست تعدی مردم مخالف و دشمن را از شما باز داشت و تا عبرت به نشانی ای برای مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدایت کند و نیز قنیمتهای های دیگری که هنوز به آنها دست نیافته اید به تحقیق خداوند به آن احاطه دارد و خداوند بر همه چیز تواناست و اگر کسانی که کافر شدند با شما می جنگیدند یقینا پشت میکردند و از میدان فرار میکردند. آنگاه یار و یاوری نمی یافتند این سنت خداوند است که پیش از این نیز گذشته است و برای سنت خدا هرگز دیگرگونی نخواهی یافت و او کسی است که دست آنها را از شما و دست شما را از آنها در درون مکه بعد از آن که شما را بر آنها پیروز گرداند بازداشت و کوتاه کرد و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست آنها کسانی هستند که کافر شدند و شما را از مسجد الحرام باز و از رسیدن قربانی به قربانگاهش بازداشتند و اگر مردان و زنان مؤمن مستضعف در مکه نبودند که شما آنها را نمی شناسید و بیم آن نبود که آنها را پایمال و هلاک کنید پس ندانسته از کشتن آنها به شما گناه و ننگ و رنج می رسید خداوند هرگز از این جنگ جلوگیری نمیکرد، تا خداوند هر کس را بخواهد در رحمت خود وارد کند اگر مؤمنان و کافران در مکه از یک دیگر جدا بودند مسلما کافرانشان را به عذابی دردناک عذاب می کردیم آنگاه که کسانی که کافر شدند در دلهای خود همیت همان همیت جاهلیت نهادند پس خداوند آرامش خود را بر رسولش و بر مؤمنان نازل فرمود و آنها را به کلمه تقوا ملزم ساخت و آنها از هرکس سزاوارتر به اهل آن بودند و خداوند به همه چیز داناست به راستی خداوند رؤیای رسولش را به حق تحقق بخشید قطعا اگر خدا بخواهد همه شما در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده و یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس ندارید وارد مسجد الحرام خواهید شد پس خداوند چیزهایی را میدانست که شما نمیدانستید و پیش از آن فتح و پیروزی نزدیکی برای شما مقرر نمود او کسی است که رسولش را به هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند و کافی است که خداوند گواه باشد محمد رسول خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سخت گیر و در میان خود مهربانند آنها را در حال رکوع و سجده میبینی که از خداوند فضل و خشنودی میطلبند نشانی درست کاری آنها در چهره از اثر سجد نمایان است این توصیف آنها در تورات است و توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی که جوان بزند سپس آن را تقویت کرد تا محکم گردیده و بر پای خود ایستاده است و کشاورزان را به شگفتی وامی دارد تا از دیدن آنها کافران را به خشم آورد خداوند به کسانی از آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند بعده آمرزش و پاداش عظیمی داده است سوره حجرات جزء 26 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ای کسانی که ایمان آورده اید فراروی خدا و رسولش پیش دستی نکنید و از خدا بترسید بیگمان خداوند شنوای داناست ای کسانی که ایمان آورده اید صدایتان را فراتر از صدای پیامبر نکنید و با او با آواز بلند سخن نگویید همان که با یک دیگر بلند سخن میگویید که مبادا در حالی که نمیدانید اعمال شما نابود گردد بیگمان کسانی که صدای خود را نزد رسول خدا پایین میآورند آنها کسانی هستند که خدا دلهایشان را برای تقوا آزموده و خالص گردانیده است برای آنها آمرزش و پاداش عظیمی است بیگمان کسانی که از پشت حجره ها صدایت میزنند بیشترشان بیخردانند و اگر آنها صبر می کردند تا که خود به سوی آنان بیرونایی برای آنها بهتر بود و خداوند آمرزنده مهربان است ای کسانی که ایمان آورده اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما آورد پس درباری آن بررسی و تحقیق کنید تا آنکه مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید آنگاه بر آنچه انجام داده اید پشیمان شوید و بدانید همانا رسول خدا در میان شماست اگر در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند یقینا به مشقت خواهید افتاد ولی لیکن خداوند ایمان را محبوب شما ساخت و آن را در دلهایتان زینت بخشید و کفر و فسق و نافرمانی را برایتان منفور و ناپسند گرداند اینانند که هدایت یافتگانند و این خیر فضل و نعمتی از سوی خداست و خداوند دانای حکیم است و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخواستند میانشان آشتی برقرار کنید پس اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کرد با گروه متجاوز بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر بازگشت میان آنها به عدالت صلح برقرار کنید و عدالت پیشه کنید بیگمان خداوند عادلان را دوست می دارد یقینا مؤمنان برادرند پس میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید و از خدا بترسید باشد که شما مشمول رحمت شوید ای کسانی که ایمان آورده اید گروهی از مردان گروه دیگر را مسخره نکند شاید آنان از اینها بهتر باشند و نه زنانی زنان دیگر را شاید آنان از اینها بهتر باشند و از یک دیگر عیب جویی نکنید و یک دیگر را با القاب زشت نخانید که پس از ایمان آوردن نام فسق بسیار زشت و بد است و هر که توبه نکرد پس آنانند که ستمکارند ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمانهای بد بپرخیزید بیشک بعضی از گمانها گناه است و در امور دیگران تجسس و کنج کاوی نکنید و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را در حالی که مرده است بخورد پس البته آن را ناپسند دارید و از خدا بترسید بیگمان خداوند تو پذیر مهربان است ای مردم بیشک ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگار ترین شماست بیگمان خداوند دانای آگاه است اعراب بادی نشین گفتند ایمان آورده ایم ای پیام بر بگو شما ایمان نیاورده اید لیکن بگو اید اسلام آورده ایم و هنوز ایمان در دلهایتان وارد نشده است و اگر خدا و پیام برش را اطاعت کنید چیزی از پاداش اعمالتان کاست نمی شود همانا خداوند آمرزنده مهربان است مؤمنان حقیقی تنها کسانی اند که به خدا و پیام برش ایمان آورده اند سپس در این بار شک و تردید نکرده اند. و با انوال خود و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده اند اینانند که راست گویانند. ای پیامبر بگو آیا خدا را به دین خود با خبر می سازید؟ در حالی که خداوند آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است می داند و خداوند به همه چیز آگاه است آنها پیام بر تو ای پیامبر منت می گذارند که اسلام آورده اند بگو اسلام آوردنتان را بر من منت نگذارید بلکه اگر راست گویید خداوند بر شما منت می نهد که شما را به سوی ایمان هدایت کرده است همانا خداوند غیب آسمان ها و زمین را می داند و خداوند به آنچه انجا انجام می دهید بیناست سوره قاف بسم الله الرحمن الرحیم قاف سوگند به قرآن مجید که تو پیام بر خدایی بلکه آنها تعجب کردند که هشدار دهنده ای از میان خودشان به سوی آنان آمده پس کافران گفتند این چیزی عجیب است آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم دوباره برانگیخته خواهیم شد این بازگشتی بعید است به راستی ما میدانیم آنچه را زمین از آنها میکاهد و کتابی که همه چیز در آن نگهداری شده نزد ماست بلکه آنها حق را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند پس آنان در کاری سرگردان و پریشان هستند آیا آنها به آسمان بالای سرشان نمی نگرند که چگونه آن را بنا کرده ایم و آراست ایم و هیچ شکافی در آن نیست و زمین را گستردیم و در آن کوه های بلند و استوار افکندیم و از هر نوع گیاه خوشمنظر در آن رویاندیم تا همه اینها بینش و پندی برای هر بنده توبه کاری باشد و از آسمان آبی پر برکت نازل کردیم پس با آن باغها و دانه های درو شدنی رویاندیم و نخل های بلند قامت که خوشه هایی بر هم چیده دارند همه اینها برای روزی بندگان رویانیدیم و با آن باران سرزمین مرده را زنده کردیم بر آمدن از گور و زنده شدن نیز چنین است پیش از آنها قوم نوح و اصحاب رس و قوم سمود پیام برانشان را تکذیب کردند و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط و اصحاب ایکه و قوم تبع هر یک از آنها رسولان الهی را تکذیب کردند پس وعده عذاب و بیم من بر آنها تحقق یافت آیا ما از آفرینش نخستین عاجز ماندیم خیر بلکه آنها با این همه دلایل از آفرینش جدید در تردید و شکند به راستی ما انسان را آفرید ایم و چیزی را که نفسش به او وسوسه می کند می دانیم و ما از شاهرگ گردن به او نزدیک تریم هنگامی که دو فرشته فراگیرنده بر جانب راست و چپ نشسته اند و اعمالش را فرامیگیرند هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اینکه نزدش مراقبی حاضر و آماده نوشتن است و سکرات و سختی مرگ به راستی فرا رسید و به او گفته می شود ای انسان این همان چیزی است که تو از آن میگریختی و در سور دمیده شود آن روز روز تحقق وعده عذاب است و هر کسی به عرصه محشر می آید در حالی که همراه او سوق دهنده و گواهی است به او گفته می شود به راستی تو از این صحنه غافل بودی پس ما پرده را از چشم تو برداشتیم لذا امروز چشمانت تیز بین است و فرشته همنشین او میگوید این اعمال اوست آنچه که نزد من آماده و حاضر است خداوند به فرشتگان مراقب فرمان می دهد هر ناس پاس سرکشی را در جهنم افکنید همان بازدارنده خیر تجاوزگر شکاک را همان کسی که با خدا معبود دیگری قرار داده است پس او را در عذاب سخت بیفکنید هم نشین او از شیاطین گوید پروردگارا من او را به تقیان و گمراهی وادار نکردم لیکن او خود در گمراهی دور و درازی بود خداوند میفرماید نزد من مجادله و مخاصمه نکنید و مسلما من پیش از این برای شما هشدار فرستاده بودم آن سخن نزد من تغییر داده نمی شود و من هرگز به بندگان ستم نخواهم کرد و به یاد آور روزی که به جهنم میگوییم آیا پر شده ای و او میگوید آیا هیچ افزون بر این هم هست؟ در آن روز بهشت را برای پرهیزگاران نزدیک آورند تا آنها از آن دور نباشند به آنها گفته می شود این چیزی است که به شما وعده داده می شود برای هر رجوع کننده ای به سوی خدا و نگه پیمان به احکام الهی است کسی که در نهان از خداوند رحمان بترسد و با قلبی توب کار در محضر او آمده باشد به آنها گفته می شود به سلامت وارد آن بهشت شوید که این روز جاودانگی است هرچه بخواهند در آنجا برای آنها هست و در نزد ما افزون برین است و چه بسیار امتهایی را که پیش از آنها حلاک کردیم که آنها از اینها قویتر بودند پس در شهرها سیر و جستجو کردند آیا هیچ راه فراری وجود دارد؟ بیگمان در این سخن برای صاحب دلان یا آنان که با حضور خاطر گوش فرادهند پندیست و به راستی ما آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دوست در شش روز آفریدیم و هیچ گونه خستگی و رنجی به ما نرسید پس بر آنچه آنها میگویند شکیبا باش و پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و نیز پار ای از شب و بعد از سجده ها او را تسبیح گوی و ای پیامبر گوش فراده روزی که منادی از مکانی نزدیک ندا میدهد روزی که همگان سیه را به حق میشنوند آن روز خروج از گور هاست همانا ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم و بازگشت همگان به سوی ماست روزی که زمین از روی آنها شکافت شود و آنها شتابان از گورها بیرون آیند این گردآوری برای ما آسان است ما به آنچه مشرکان میگویند داناترین و تو ای پیامبر بر آنها زورگو نیستی که را به ایمان آوردن اجبار کنی پس کسی را که از عذاب و هشدار من میترسد به وسیله قرآن پند و اندرز بده سوره زاریات بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سوگند به بادهایی که خاک را می پراکند و سوگند به ابرهایی که بار سنگینی از باران را با خود حمل می کنند و سوگند به کشتی که به آسانی بر روی دریاها در حرکتند و سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم می کنند بیگمان آنچه به شما وعده داده شده قطعا راست است و یقینا روز جزای اعمال واقع شدنی است قسم به آسمان که دارای راه ها و ستارگان زیباست بیگمان شما کفار در گفتار مختلف و گوناگون هستید کسی که در علم الهی از خیر و نیکی دور نگه داشته شده است از ایمان آوردن به آن دور نگه داشته می شود مرگ و لعنت بر دروغ گویان، کسانی که آنان در قفلت و جهل فرو رفته اند پیوسته میپرسند روز جزا کی خواهد بود همان روزی که آنها بر آتش عذاب میشوند و به آنها گفته می شود عذاب خود را بچشید این همان چیزی است که برای آن شتاب داشتید در روز قیامت مسلما پرهیزگاران در باغ ها و چشمسار های بهشت هستند و آنچه پروردگارشان به آنها عطا فرموده دریافت کرده اند بیگمان آنها پیش از این در دنیا نیکوکار بودند آنها بخش اندکی از شب را میخوابیدند و به نماز و نیایش مشغول بودند و در سهرگاهان آمرزش طلب می کردند و در اموالشان برای سائل و تنگ دست محروم بهره و حقی بود و در زمین عبرت و نشانه هایی برای اهل یقین است و نیز در وجود خودتان آیا نمی بینید؟ و رزق و روزی شما و آنچه به شما وعده داده می شود در آسمان است پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که آن وعده ها حق است همان گونه که شما با یکدیگر سخن میگویید ای پیامبر آیا خبر مهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟ آنگاه که بر او وارد شدند و گفتند سلام ابراهیم در جواب گفت سلام و با خود گفت گروهی ناشناس هستید پس پنهانی به سوی همسرش رفت و گوگساله بریان شدی فربهی برای آنها آورد سپس آن را به آنان نزدیک کرد و گفت آیا نمی خورید؟ پس چون دید دست به سوی غذا دراز نمی کنند از آنها احساس ترس و وحشت کرد آنها گفتند نه ما فرستگان پروردگار توییم و او را به تولد پسری دانا بشارت دادند آنگاه همسرش سار فریاد زنان پیش آمد و به صورت خود زد و گفت من پیرزنی نازا هستم چگونه فرزند میزایم فرشتگان گفتند پروردگار تو این چونین فرموده است و بیگمان او حکیم است